موسپلهایم رو اصلا دست کم نگیرید. دقیقا مثل نسخه قبلی در این نسخه هم میتونین در این قلم رو چلنج های نبرد رو تکمیل کنین تا بهتون کلی آیتم جدید و همچنین مواد لازم واسه آپگرید آیتم هاتون رو بده. همچنین آزمون ها بهتون کلی هک سیلور، اکس پی و همچنین یه ست آرمور جدید رو هدیه میدن. همچنین به صورت کلی موسپلهایم باعث میشه به نبردهاتون از دیدگاه جدیدی نگاه کنید. در این ویدیو بهتون نحوه وارد شدن به موسپلهایم رو یاد میدم، به علاوه معرفی ریواردها و همچنین نحوه تکمیل کردن آزمونهای فاینال که میتونن کمی چالش برانگیز باشن رو هم بهتون میگم. اگه از ویدیوهای گاد آف وار رگناروک خوشتون میاد، ممنون میشم کانال منو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک کنید. رفتن به موسپلهایم مثل رفتن به بقیه قلمروها آسون نیست، بلکه باید واسه دسترسی پیدا کردن به این سرزمین اول دو قطعه سید رو واسش به دست بیاریم. اولین قطعه در این قسمت از نقشه داخل یه صندوق طلایی قرار داره که احتمالاً اگه ماموریت فرعی این سرویس ها و از گارد رو انجام داده باشین تا الان تونستین به دستش بیارین. دومین قطعه هم در این قسمت از نقشه قرار داره که باید بگم اول باید مقداری از خط داستانی رو دنبال کنین تا به یه ماموریت خاص برسین. دقیقاً بعد از انجام این ماموریت به اسفارتافان میایین که میتونین بعدش بلافاصله به دراگن بیچ برین و با دنبال کردن مسیرتون به سمت جلو صندوق طلایی حاوی قطعه دوم رو پیدا کنین. همچنین لازمه بگم اگه کلن نتونستین این قطعات رو به دست بیارین، میتونین با دنبال کردن خط داستانی تقریبا در اواخرش وقتی که به موسپلهایم میرین این قطعه ها رو به دست بیارین. این دفعه چون خط داستانی قابل از دست دادن نیست، اما پیشنهاد میکنم حتما از این دوتا قطعه ای که بهتون مکانشون نشون دادم استفاده کنین، چون میتونین زودتر به این قلم رو دسترسی پیدا کنین. شروع ماموریت های موسپلهایم خیلی ساده است. سه تا منطقه در سرزمین وجود داره و هر منطقه دوتا آزمون داره، جمعاً 6 تا آزمون. در قدم اول برین و همه این 6 تا آزمون رو تکمیل کنین. با انجام این کار میتونین ست آرمور Undying Pyrus رو به دست بیارین که در ادامه ویدیو به صورت کامل بررسیش میکنین. اما اگه واسه اولین بار به موسپلهایم بیاین، میبینین که در مرکز این قلم رو یه نورنیر چست قرار داره. وقتی که دوتا آزمون یه منطقه رو تکمیل میکنین، میتونین ببینین که یکی از علامت هایی که روی نورنیر چست قرار داره ناپدید میشه. پس بعد از اینکه تمامی آزمون های مناطق رو انجام دادین، دوباره به مرکز برگردین و نورنیر چست رو باز کنین تا بهتون یه کیوس فلیم بده که واسه آپگرید بلیت هاتون کاربرد داره. این از قدم اول. بعد از انجام این کار وارد قدم دوم میشیم. در اینجا باید 6 تا آزمون فاینال رو در مرکز این منطقه انجام بدیم که دسترسی پیدا کردن بهشون ممکنه کمی چالش برانگیز باشه. در واقع ترتیب تکمیل کردن آزمون‌های منطقه اول، دوم و سوم در آنلاک کردن آزمون‌های فاینال نقش اساسی دارن. بیاین مناطق رو شماره گذاری کنیم. منطقه اول، دوم و سوم به ترتیب از بالا به پایین. یه آزمون از منطقه 1 و یه آزمون از منطقه 2 انجام بدین تا بازی مجبورتون کنه به مرکز برگردین و آزمون فاینال جدیدی که تونستین آنلاک کنین و شروع کنین، که در اینجا اندورنس نام داره و میتونه کمی سخت باشه چون باید درش 99 تا دشمن رو بکشین. بعضیاشون لول 8 هستن و میتونن واسهتون مشکل ایجاد کنن. درباره تمامی آزمون‌های فاینال نکاتی رو بهتون میگم که کمکتون میکنه راحت تر پشت سر بذارینشون. اما قبلش برگردیم سر ترتیب انجام مناطق اولیه که در آنلاک کردن آزمون‌های فاینال مهمن. 6 تا آزمون فاینال وجود داره. این یعنی 6 تا هم الگوریتم واسه آنلاک کردنش. چون بعد از تکمیل کردن 2 تا آزمون از مناطق مختلف، بازی مجبورتون میکنه به مرکز برگردید. در اینجا میتونین نحوه آنلاک کردن تمامی این 6 تا آزمون رو مشاهده کنین که از تکمیل کردن آزمون های مناطق مختلف به دست میاد. یه دونش رو انجام بدین، به مرکز برگردین و آزمون فاینال رو آنلاک کنین. همچنین اگه ترتیب انجام مناطق رو فراموش کردین و یا اشتباه رفتین، میتونین در مرکز با نگه داشتن دکمه مثلث این الگو رو ریست کنین که انجام این کار باعث میشه بتونین دوباره آزمون مناطق اولیه رو با یه الگوی جدید تکمیل کنین. اگه در انجامشون مشکل دارین، نکاتی رو در ادامه ویدیو واسه انجامشون معرفی میکنم. اما قبلش بریم سراغ ریوارد.
ریوارد این قلم رو دقیقاً چیه؟ در واقع باید بگم که دو تا ست آرمور مختلف و همچنین مهمترین مواد لازم واسه کرافت کردن و آپگرید آیتم هاتون. ست کامل آرمور آنداینگ پایرتس رو میشه به راحتی با تکمیل کردن قدم اول در این قلم رو به دست آورد که به نظرم شکل خوشگلی داره. ویژگی مخفی این ست کلن درباره پرمافراست و ایمولیشن هستش که اسکیل های مخصوص سلاحاتون هستن و بهتون این امکانو میدن بعد از اینکه تونستین بدون ضربه خوردن از مانسترها به تعداد دفعات زیادی بهشون ضربه بزنین، حالا سلاحتون رو شارژ کنین و با استفاده از L1 و مثلث شارژش رو روی دشمن ها خالی کنین. پوشیدن آرمور دست ها و پایین تنه شارژ سلاحتون رو با سرعت 30% بیشتر پر میکنه که واقعا ویژگی خوبیه. همچنین آرمور سینه هم وقتی که شارژ سلاحتون فعال شد بهتون این امکانو میده تا حتی اگه از دشمن ضربه خوردینم بازم بتونین شارژش رو فعال کنین. البته از اونجایی که فعال کردن شارژ سلاح ها اصلا کار سختی نیست پس میشه گفت حتی به شیلدم احتیاجی نیست. اما دست ها و پایین تنه واقعا ویژگی خوبی دارن. ست آرمور بعدیمون سرتر نام داره و باید بگم که میتونستن خیلی خیلی خوشگل تر طراحیش کنن، نه اینکه بیان رنگ یه آرمور دیگر رو عوض کنن. اما ویژگی مخفیش واقعا منحصر به فرده، چون اگه بتونین به مانسترا وقتی که در حال اتک زدن هستن دمیج وارد کنین دمیجتون افزایش یافته هستش. وقتی که این اتفاق میفته یه درخشش قرمز رنگ روی آرمور مشاهده میکنین که خاصش میکنه. آرمور دست ها و پایین تنه هم ویژگی خیلی خیلی خوبی و دارا هستن، به این صورت که میتونن کاری کنن تا وقتی که دارین به مانستر را ضربه میزنین اگه بهتون ضربه ای وارد بشه دمیج 40% کمتری رو دریافت کنین. به صورت کلی این آرمور باعث میشه بتونین وقتی که دشمنا دارن بهتون ضربه میزنن خیلی راحت شما هم بهشون ضربه بزنین. چه پلی استایل قشنگی، اما بازم میگم باید ظاهرش هم قشنگ میبود. به هر حال با آپگرید کردن این ست میتونین قدرتشو افزایش بدین. قلمروی موسپلهایم واسه به دست آوردن مواد آپگرید عالی هستش. هر آزمونی که در این منطقه تکمیل کنین بهتون دیواین اشز، XP و هک سیلور میده. اما ریواردی که با تکمیل کردن آزمونهای فاینال واسه اولین بار به دست میارین واقعا زیاده. 2000 تا دیواین اشز، 2000 تا XP و 40000 تا هم هک سیلور. اما اگه مواد خاصی رو در نظر دارین میتونین از مناطق اول، دوم و سوم دریافتش کنین. منطقه اول همیشه بهتون از گاردین اینگات و اسمالدرینگ امبرز میده. منطقه دوم همیشه بهتون بلیزینگ امبرز و لومینس الوی میده. و در نهایت منطقه سوم هم همیشه بهتون پتریفاید بون و گلوینگ امبرز میده. بعد از تکمیل کردن تمامی آزمون‌های فاینال میتونین هر وقت دلتون خواست هر آزمونی که در نظر دارین و در مناطق اول، دوم و سوم بدون محدودیت انجام بدین که کارتون رو واسه به دست آوردن متریال راحت تر میکنه. اما چطوری آزمون‌های فاینال رو تکمیل کنین؟ لازم اشاره کنم واسه آنلاک کردن این آزمون‌ها فرقی نداره که کدوم یکی از دو آزمون مناطق اولیه رو طبق الگوریتم انجام میدین. در واقع بعد از تکمیل کردن قدم اول حالا مناطق اولیه هر کدوم 3 تا آزمون رو در اختیارتون میذارن. انجام دادن آزمون سوم اجباری نیست اما دوست داشتم انجامشون بدم تا یه موقع چیزی رو از دست ندم. بعدش میتونین آسون ترین آزمون هر منطقه رو شناسایی کنین تا کارتون واسه آنلاک کردن آزمون های فاینال ساده تر شه. به نظر من آزمون سوم از منطقه اول ساده ترین آزمونه. با شروع آزمون اول از ویسپ ها واسه دمیج دادن به خود دشمن ها استفاده کنین و دقیقاً بعد از اینکه اوگر ظاهر شد گیجش کنین و ازش واسه کشتن بقیه دشمن ها استفاده کنین. واسه منطقه دوم میشه گفت تمامی آزمونهاش ساده هستن. واسه آزمون رینگ اوت میتونین از R2 استفاده کنین تا بتونین با لگد زدن دشمنا رو بندازین توی آتیش و همچنین واسه دوتا آزمون دیگه هم تونستم با بیلد آرمور لوندا خیلی ساده از پسشون بر بیام. لینک ویدیوی مربوط به این بیلد رو در دیسکریپشن واسه تون قرار میدم. واسه منطقه سوم هم همیشه پاپیولیشن کنترل رو انجام دادم.
چون ساده ترین و سریع ترین آزمون این منطقه هستش. در این آزمون اول مانسترای کوچیکی که ظاهر میشن رو نفله کنین و بعدش مانستر بزرگ رو هم بدون توجه به اینکه چند تا مانستر کوچیک دور و برتون قرار دارن بکشین تا آزمون به راحتی تکمیل شه. طبق این الگوریتمی که مشاهده میکنین آزمون مناطق اولیه رو انجام بدین تا تمامی آزمون‌های فاینال رو آنلاک کنین. لازم اشاره کنم لول مانسترها در آزمون‌های فاینال کمی بالاتر هستش، اما تونستم وقتی که در لول 5 بودم به طریقی از پسشون بر بیام. پس سنگ سیمپل رزرکشن رو از فروشگاه خریداری کنین و واسه تکمیل آزمون‌های فاینال آماده بشین. اما بزن بریم سراغ نکات آزمون‌های فاینال، بیلدی که تونستم خیلی خیلی ازش کمک بگیرم و همچنین ریواردی که با تکمیلشون به دست میارین. واسه آزمون ایندورنس که باید با 99 تا دشمن بجنگین، اول سعی کنین شیلد یخی ریدرهایی که بهتون حمله میکنن رو از بین ببرین. من واسه این کار از رونیک اتک بلیت هم استفاده کردم. همچنین میتونین در اینجا از ویسپ ها واسه دمیج دادن به خود دشمن ها استفاده کنین. اما چیزی که در رابطه با جنگیدن با 99 تا دشمن اهمیت داره بیلدیه که دارین استفاده میکنین. من تونستم این آزمون رو به ساده ترین شکل ممکن با استفاده از آرمور سینه ی ستاینیورن و همچنین دست ها و پایین تنه ی ریون تیرز به راحتی تکمیل کنم. لینک ویدیوی مربوط به این بیلد رو در آخر این ویدیو واسهتون قرار میدم که بهتون این امکانو میده هر وقت که دلتون خواست بتونین با سرعت خیلی زیادی خونتون رو پر کنین. به هر حال تکمیل کردن این آزمون آرمور سینه ی سرتر رو بهتون هدیه میده. واسه آزمون بعدی که شیلد بریکر نام داره، اول باید مانسترای کوچیکو نابود کنین تا بتونین قفل خط خون دشمن اصلی رو باز کنین. حالا میتونین بهش دمیج بدین و یکی از خطهای خونش رو کم کنین. بعدش دوباره خط خون قفل میشه و مانسترای کوچیک جدیدی ظاهر میشن. بعد از تکرار کردن این کار وقتی که دشمن اصلی این هریار کپتن داره نابود میشه، یه دفعه یه دشمن دیگه ظاهر میشه، یعنی ستاکر. پس اول سعی کنین این هریار رو هرچه سریعتر نابود کنین و بعدش برین سراغ ستاکر، چون فایت دادن با دوتا باس میتونه یکم سخت باشه. بعد از انجام این کار دیگه این آزمون واسه تون ساده میشه، مخصوصا اگه قبلا با این نو مانستر جنگیده باشین. با پرتاب کردن تبرتون به سمت شاخهاش میتونین گیجش کنین و حالا براحتی بهش دمیج بزنین و در نهایت آزمون رو تکمیل کنین. به عنوان ریوارد یه امیولت مخصوص موسپلهایم دریافت میکنین. اما بریم سراغ رینگ آف فایر که اگه به یه سری نکات دقت نکنین میتونه واسهتون سخت بشه. در این آزمون یه حلقه امن واسهتون وجود داره که باید سعی کنین ازش خارج نشین. همچنین بعد از 1.5 دقیقه معمولاً حلقه به سمت سم حرکت میکنه. در اینجا باید با تبرتون هرچه زودتر سم و خونسا کنین تا از دمیجش در امان بمونین. همچنین سعی کنین هرچه سریعتر وولوری که ظاهر میشه رو بکشین، چون هرچی بیشتر صبر کنین قدرتش بیشتر میشه. همچنین سعی کردم با استفاده از آرسه دشمنا رو بکشم که فهمیدم خیلی کار هوشمندانه ای نیست، چون ممکنه حلقه در همون لحظه شروع به حرکت کنه و به هم دمیج بده. این آزمونو هم میتونین خیلی ساده تر با بیلد ستاینیورن تکمیل کنین. انجام این آزمون بهتون یه اینچنتمنت دیگه واسه موسپلهایم میده. چلنج بعدی آنسلات هستش، بازم یه حلقه دیگه، اما با این تفاوت که این دفعه حرکت نمیکنه. پس در اینجا میتونین با استفاده از بلیت هاتون مانسترا رو به سمت خودتون بکشونین و کارشون رو بسازین. همچنین اوگری که ظاهر میشه رو هم در سریع ترین زمان ممکن گیج کنین تا بتونین با استفاده ازش دشمنا رو از بین ببرین. ریوارد انجام این آزمون آرمور دست های سرتر هستش. همچنین یکی از آزمون‌های فاینال فانتوم نام داره که همونطور که حد زدین باید با یکیشون فایت بدین. واسه گیج کردنش از تیرهای آبی رنگ استفاده کنین و بعد از اینکه بهتون حمله کرد آماده باشین تا تبرتون رو به سمتش پرتاب کنین و زمین گیرش کنین. بعد از اینکه خط گیج شدنش پر شد ناگهان از دیدتون ناپدید میشه. در اینجا باید ستونهای بنفش رنگی که در منطقه قرار دارن و هرچه سریعتر نابود کنین. واسه این کار اول از تیرهای آبی رنگ استفاده کردم و بعدش با تبر تونستم در فاز اول دوتا از این ستونها رو نابود کنم. بعدش فانتوم دوباره بر میگرده و این دفعه باید علاوه بر اون باید چند تا دشمن تازه هم بجنگید. اول دشمنهای کوچیک و بعدش فانتوم رو هدف قرار بدین و با تکرار همین روش ها منفجرش کنید. ریوارد این آزمون یه اینچنتمنت دیگه از موسپلهایم.
آزمون بعدی باس راش نام داره که باید درش با چند تا از مینی باس های بازی پشت سر هم بجنگیم. واسه تکمیل این آزمون هم از بیلد لوندا استفاده کردم تا بتونم سطح دشمنا رو از چیزی که هست یه لول بیارم پایین تر. لینک بیلد لوندا رو در دیسکریپشن واسه تون قرار میدم. از اونجایی که تایمری وجود نداره در کشتنشون اصلا عجله نکنید. همچنین چون که قبلا تونسته بودم با این باس ها بجنگم، حالا دیگه میدونستم که قراره از چه حرکتی در برابرم استفاده کنم. اینطوری بود که این آزمون هم به راحتی تکمیل شد. در آخر به عنوان ریوارد آرمور پایین تنه سرتر رو دریافت میکنین. اگه میخواین ویدیوهای بیشتری از گاد آف وار رگناروک ببینین، ممنون میشم کانال منو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک کنین. خب میرسیم به آخر ویدیو بچه ها. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه، واسه تون مفید واقع شده باشه. به عنوان ویدیو بعدی پیشنهاد میکنم حتما ویدیوی مربوط به آرمور استاین یورن رو ببینید که ممکن از بازی حذف بشه، چون میتونین هر وقت دلتون خواست خودتون رو خیلی راحت با سرعت زیاد هیل کنید. خیلی عشقین، منتظر ویدیو بعدی هم باشین. و تا ویدیو بعدی، فیرویل.